درود بر شما. به باخبر شبانه ایران شهر خوش آمدید. امروز پنجم امرداد 2582 ایرانی بود و 27 از ماه جولای 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار شبانگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. حتما اطلاع دارید که امروز پنجم مرداد سال روز درگذشت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی آریامهره و بسیاری از هممیهنان، یعنی توییتر، اینستاگرام، جاهای دیگر رو که نگاه میکنی، تمام شبکه‌های مجازی این لطف و عشقی که ملت ایران دارن ابراز میکنن به پادشاه فقید ایران، در صورتی که امروز عاشورا بوده و بعد این لطف رو به حسین ابن علی ابراز میکردن، اما برعکس اون بیشتر ملت ایران ابراز لطف و محبت و مهر کردن به آریامهر که اینگونه میراثی از خودش به جا گذاشته که بعد از این همه سال، به خصوص به قول جاوید نامانی مثل مجید رضا رهنورد که در اینستاگرامش گذاشته بود تو چه بودی که پس از این همه سال ملت ایران اینگونه عاشقته. البته ممکنه این دقیقا خود پیام نباشه، ولی چنین پیامی با چنین مضمون و چنین مفهومی مجید رضا رهنورد داشت در اینستاگرامش. در این روز میهن پرستان بزرگوار که بسیار متشکریم ازشون در قاهره حضور پیدا کردن در رکاب شهبانو فرح پهلوی مادر ایران نوین و ابراز عشق و علاقه کردن در قاهره به پادشاه فقید ایران. همینطور ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی اطلاعیه منتشر کردند که اشاره داره به خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، که این رو من بخش اول و بخش آخرش رو فقط میخونم کوتاه، بقیهش رو هم در شبکه های مجازی ایشون هست ببینید، هم عزیزان دیگه همکاران در شبکه های یوتیوب دیگه منتشر خواهند کرد، حتما میتونید اونجا ببینید. اما فقط در مورد این اطلاعیه ولیعت میخوام به نکته‌ای بپردازم که این رو بسیاری از مخالفین رژیم اسلامی، چه پادشاهی خواه باشن یا نباشن، باید مورد توجه قرار بدن وگرنه خواهند باخت. این مهم عزیزان. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران در بیانیه‌ای گفتند رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه در دوران حکمرانی خود کوشیدند ایرانی بسازند که متعلق به همه ایرانیان باشد. آنها تلاش کردند همه نخبگان و اندیشمندان کشور را فارغ از تبار و مذهب و نگاه سیاسی برای ساختن ایران به کار بگیرند. در پایه چنین نگاه و باوری بود که بسیاری از کارگزاران پادشاهی پهلوی از نخبگان دوره قاجار بودند و در راستای بهره برداری حداکثری از وضعیت انسانی کشور بود که پدر بزرگم و پدرم راهگشای حضور زنان در اجتماع و سیاست شدند و نیمی از جمعیت ایران را از پستوی انزوا و تحجر خارج کردند. آنچه ما باید از رضا شاه و محمد رضا شاه بیاموزیم ترجیح منافع ایران بر منافع شخصی و گروهی است. همینطور در ادامه و در پاراگراف آخر هم ایشون نوشتن رضا شاه و محمد رضا شاه اما اگر امروز بودند به جوانان آگاه و دلاور ایران افتخار می کردند. جوانانی که با درس آموزی از گذشته و با عزمی میهن پرستانه می خواهند ایران را پس بگیرند و از نو بسازند. ایرانی که دوباره متعلق به همه ایرانیان باشد و همه نخبگان و نیروهای توانمند کشور فارغ از تبار و جنسیت و باور و نگاه سیاسی در بازسازی آن به کار گرفته شوند. با اتکا به این جوانان است که یقین دارم فردای ایران بهتر از گذشتهش خواهد بود. خب مثالی که ایشون فرمودن در کل این توییت همگی مورد قبول و تاکید ماست در ایران شهر، به خصوص در مورد چی؟ اینکه ما اصولا اعتقاد نداریم که اگر مثلا یک اقتصاددان جمهوری خواه بوده که بسیارشون هستن، فردای روزگار اگر ایران پادشاهی شد اینها نباید در بازسازی ایران بازی داده بشن. ابدا این چنین نیست. ما چنین اعتقادی نداریم. ما اعتقاد داریم الان زمان اینه که از تمامی قدرت و توانمون به خصوص در بخش انتلکچوال، یعنی در بخش اندیشمندان، متفکرین و متخصصین، به خصوص همینطور دیاسپورا، کسانی که از ایران رفتن و مهاجرت کردن و حاضرن اما برگردن و به میهنشون و به مردمشون خدمت بکنن،
که بعضا داریم میبینیم الان مثلا پروژه هایی داره در خارج بیرون میاد که با همکاری دانشمندان ایرانی. مثلا اخیرا من یه خبر دیدم که یک جوانی که از دانشگاه شریف رژیم فارغ التحصیل شده الان از آمریکا از کلتک سر در آورده. اونجا بگن چی داره میسازه؟ یک پروژه اینا ساختن که الکتریسیته رو از راه دور از زمین به فضا قرار انتقال بدن و در آزمایش موفق شدن. یعنی این جوونا بلندشان رفتن آمریکایی شدن و الان دارن برای آمریکایی‌ها پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو ابداع میکنن. تکنولوژی نه صرفا بگیم اختراعشی، تکنولوژی دارن ابداع میکنن. مگه میشه اینها رو نادیده گرفت؟ مگه میشه هیچ کارشناسی رو نادیده گرفت؟ ابدا ما چنین اعتقادی نداریم. ما اعتقاد داریم اصل و اساس باید بر پایه میهن پرستی باشه که شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اشاره کرده. همینطور به عرق ملی جوانان و به ایستادگیشون، به شهامتشون و به میهن پرستیشون. بنابراین تصور نکنید که اگر شما پادشاهی خواهی دیگه همه رو میذاری کنار مثل رژیم اسلامی، بگین که چون خمینی هاتونه میگفتش که ما اصلا آدم دانشمند نمیخوایم. اصل ایمانه، ایمان مهمه. ابدا اینطوری نیست. اگر یک اقتصاددانی که میتونه بهترین رئیس بانک مرکزی برای ایران باشه و جمهوری خواهه، اگر واقعا خدمتگزار ایرانه باید حتما رئیس بانک مرکزی بشه. این اعتقاد ماست. ما عملگرا هستیم. ما معتقدیم باید کارها انجام بشه. بارها من گفتم مردم ایران دیگه طاقت ندارن. به خصوص بردن این رژیم انرژی زیادی از ملت ایران خواهد گرفت. بسیار بسیار روزهای سختی رو ما داریم میگذاریم و از سخترش هم خواهد اومد. اما این راهی که ما باید بریم، راه دیگه نداریم، چاره دیگه نیست. پس از اونه که باید نفس مردم بالا بیاد، پس از اونه که باید تأمین های ایجاد بشه، پس از اونه که یک رژیم و یک دولت میهن پرست باید برای ملت ایران حمایت و حفاظت ایجاد بکنه. در ابتدای کار وظیفه اینه. دعواهای سیاسی رو میذارین در انتخابات ها، اما الان شرایطی رو داریم که دارید میبینید در این ماهای گذشته بسیاری اصلا مشخص شده، دستشون رو شده که برای دولت‌های خارجی کار میکنن، برای تجزیه ایران کار میکنن، برای گروه‌های تروریستی چریکی و تجزیه‌طلبی مثل مجاهدین کار میکنن. اینا دنبال لقمه گرفتن از آب و خاک ایرانن. این داستان متفاوته. اینا دارن حذف میشن، اینا دارن کنار میرن. بسیارشون شدن، الان دارید میبینید بسیاری از اینا حذف شدن. چند لول دیگه مونده که اینا هم حذف خواهند شد و بعد میمونن ملت ایران و رژیم، که مطمئن باشید در اون صف بندی پیروزی ملت ایران قطعی است. بنابراین اگر شما جمهوری خواهی واقعا به فکر خدمت به ایرانی، اما با نظر سیاسی ما هم صرفا هم نظر نیستی، یعنی پادشاهی خواه نیستی، به نفع شماست که چنین فردی یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر ملی بپذیری. چرا؟ چون اگر حرف ما رو قبول نداری نسبت به این ابراز عقیده هایی که الان من کردم، بازم شاهزاده رضا پهلوی هست که حکومتی خواهد ساخت که در اون همه گروه های سیاسی از جمله جمهوری خواهان آزادی کامل برای فعالیت سیاسی و رأی جمع کردن خواهند داشت و میتونن بر حسب رأی که جمع بکنن در پارلمان کشور قدرت داشته باشن و در تمام امور کشور در کنار پادشاهی خواهان فعالیت بکنن و از کجا معلوم شاید در بسیاری از دوره ها هم قدرت رو در اختیار داشته باشن. شخص شاهزاده رضا پهلوی بالاترین تضمینه برای اینکه شما از ایشون حمایت بکنید. در دام بدخواهان ایران نیفتید، گول نخورید، از پهلوی ستیزان فاصله بگیرید. بدونید اینها رفتنیان و چیزی که در آینده ایران باقی خواهد ماند میهن پرستیه که به میراث رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی پیوند خورده. امروز کیهان لندن گزارشی منتشر کرده در مورد دلالی قطری‌ها برای ادامه مذاکرات پنهان جمهوری اسلامی با دولت جو بایدن. چون می‌دونید قطری‌ها اخیراً چند بار برو بیا داشتن، صحبت‌هایی شده بین وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه قطر و همینطور رژیم هم صحبت داشته با قطری‌ها و برو بیام داشتن و الان بعد از شکست مذاکرات در عمان و نمیدونم در سازمان ملل و اخراج رابرت ملی و همه اینا، الان قطری‌ها همچنان میخوان بازار مذاکره رو گرم نگه داره. در ادامه گزارشش کیهان لندن اشاره کرده به یک مقاله و افشای یک فایل صوتی از رابرت ملی که ظاهراً یکی از همون اسناد افشا شده است که رابرت ملی به خاطرش از کار بیکار شده. در جایی از این گزارش نوشته کیهان لندن: روزنامه تهران تایمز چاپ تهران دوم مرداد
با انتشار فایل صوتی محرمانه رابرت مالی افشا کرد که ایالات متحده به دنبال احیای برجام و سپس استفاده از این توافق به عنوان نقطه شروع برای اعمال فشار بیشتر بر ایران است. منظورش رژیمه. یعنی رابرت مالی گفته فشار بیشتر بر ایران. او در این فایل صوتی گفته بود ما حتی اگر به این توافق بازگردیم خود این بازگشت اولین هدف ماست. ما به دنبال یک توافق بلند مدت‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر هستیم. ما به محض بازگشت به توافق در نظر داریم با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون ایران را تحت فشار قرار دهیم. ما توانایی‌مان برای تحت فشار قرار دادن و تحریم ایران را حفظ می‌کنیم. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که دموکرات‌ها و جمهوری‌خوان اصولاً نظرشون نزدیک به همه و نظر خوشی کلاً نسبت به آینده ایران ندارن. دلایلش هم بارها من در برنامه توضیح دادم. مهمترین دلیلش پایان گلوبالیزمه. دیگه آمریکا به بسیاری دیگه از کشورهای جهان اهمیتی اصلاً نمیده و به نظر من این اهمیت کوتاه مدت خواهد بود، به خصوص در مورد نفت. آمریکا الان بسیار متکیه به تولید نفت داخلی خودش، شیل پروداکشن، که از خاک نفت میگیرن اصولا آمریکایی الان، و احساس میکنن که نیازی به نفت اوپک ندارن. اما مسئله اینجاستش که اینا دارن گلوبالیزیشن رو پایان میدن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که بسیاری از کالاهای آمریکایی که الان در اقصا نقاط جهان داره تولید میشه، در آینده در آمریکا تولید خواهد شد و اقتصاد آمریکا جوریه که همش گندتر و گندتر میشه و پف میکنه، گنده میشه. وقتی شما الان در آمریکا اقتصادی داری و صنایعی داری که بین 200 تا 300 میلیون بشکه نفت در ماه مصرف میکنه، شما وقتی تمام این تولید جهانی رو که این بازار گنده 20 تریلیون دلاری، 20 هزار میلیارد دلاری رو تا حالا تغذیه میکرده، میخوای همه تولیداتت رو در آمریکا انجام بدی، بنابراین این میزان هم بسیار بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی صرفا نفت تولید شیل داخلی یا حتی مخازن داخلی و اینا ممکنه جواب آمریکا رو نده. همینطور تولید اروپایی ها جواب کافی نخواهد داد. بنابراین این موضوع رو الان اینجا نگه داری، نمیخوام الان به این بپرزم، این برای آینده است. بنابراین این موضوع که ایران اهمیت چندانی نداره دراز مدت نیست، در آینده اهمیت پیدا میکنه. ببینید الان در این فایل صوتی افشا شده که اصولا آمریکایی ها به دنبال چی هستن؟ که همین جمهوری اسلامی رو نگه دارن و این جمهوری اسلامی با همین تولید پایین نفت رو داشته باشن و از طریق فشارهای مختلف اون رو مجبور بکنن به خلع سلاح شدن یا بچه خوبی شدن، تغییر رفتار و اینجور چیزا. اینها اصولا عملی نیست. چرا؟ ببینید 3 سال پیش وقتی من پادکست رو آغاز کردم، همون موقع به شما گفتم که رژیم اسلامی یعنی علی خامنه‌ای هرگز نمیتونه به یک قرارداد پایدار با آمریکا یا غرب یا هر چی اسمشو میذاری برسه مگر اینکه بمب اتم داشته باشه. به جز این نمیتونه باشه. چرا؟ ببینید هر قراردادی که بسته بشه، شرایط و وضعیتی که ایران داره، به خصوص موجهایی که میاد و هر سال بزرگتر و تابوشکنتر و بسیار راسختر و براندازتر میشه از سال قبل، این موجها امواجی ارسال میکنه که همه این قراردادها رو به هم میذاره. مثلا یک سال پیش CIA و MI6 و هیچ کدوم از اینا اصلا تصور نمیکردن که برجام غیر قابل انعقاده. همشون تصور میکردن که برجام منعقد میشه و همشون با رژیم گفتگو میکردن، برو بیا بود، توافق روی میز بود. اصلا خوشو میگن توافق روی میز بود، فقط خامنه‌ای باید امضا میکرد. اما یک دفعه دیدیم یک عامل جدید ظهور کرد، تمامی معادلات رو چه در غرب و چه در رژیم به هم زد و اون چی بود؟ مردم ایران و ملت ایران. ملت ایران در مورد کشور ایران تنها عاملی بودن که هیچ کس روی اون کنترل نداره در جهان. هیچ کس. نه آمریکا کنترل داره، نه اروپا کنترل داره، نه عربستان کنترل داره. الان دیدین شما مردم پی بردن که عربستان چه نیتهایی داره. ایران اینترنشنال گذاشتن کنار، تحریمش کردن، گذاشتن کنار. نه مجاهدین کنترل دارن، نه رژیم الان روی ملت کنترل داره. داریم می‌بینیم محرم و صفه شده مزدک مردم علنا دو ویدیوها میرن تو روزه، شروع می‌کنن رقصیدن مردم برای تمسخر محرم. اینا برای تمسخر محرم. یعنی هیچ کنترلی روی ملت ایران هیچ کس نداره. تنها چیزی که کنترل داره روی ملت ایران ناخودآگاه جمعی اونهاست که اون توسط تمدن ایران داره کنترل میشه، که ابعاد این رو هرچی جلوتر میریم بیشتر براتون باز میکنم، نه در این برنامه، در برنامه‌های مختلف، تا متوجه بشید که اصلا مردم ایران دارن به اصل و اساس خودشون برمیگردن
و اون آیین‌هاییه که همگی ساز و آواز و رقص و عیش و نوشه، به جز یکی که همین عاشور و تاسوعا هم از روی همون آیین آخوندا دزدیدن و کپی کردن و به خورد خرافاتیا دادن که الان دیگه در حال فروپاشیه. اما دوباره داریم از مسئله دور میشیم، عذر میخوام. ببینید، بنابراین آمریکا به دنبال چه نیتی بوده؟ خب الان این فایل افشا شده. چه موقع افشا شده این فایل؟ پس از اینکه آنتونی بلینکن 3 روز پیش اومد گفتش که در حال حاضر با تهران درباره برجام صحبت نمی‌کنیم، اما دیپلماسی بهترین گزینه است. و در اون صحبت‌ها گفته بود که ما اصلا به توافق حتی نزدیک هم نیستیم و اصلا خوشبینانه نیست و اصولاً توافق روی میز نیست. بعد معلوم شد که قانونگذاران آمریکایی مجبور کردن وزارت خارجه رو که گزارش اون چیزی رو که رابرت ملی افشا کرده به رژیم و داده منتشر بکنه و بده به کنگره آمریکا. معنیش چیه؟ معنیش این که اسنادی که رژیم در دست داشت و برگ برنده مثلا رژیم بود در مقابل آمریکا و چیزای محرمانه بود که استفاده هایی داشت، به زودی تا چند روز آینده بی اثر میشه. یک دفعه امروز خبر میرسه که جنگنده های F-35 که قراره با هدف بازدارندگی در مقابل رژیم در خلیج فارس مستقر بشن رسیدن و الان در خلیج فارسن. همین روز شاهد این هستیم که رژیم متوجه میشه که اسنادی که از رابرت ملی دزدیدن دیگه داره بی استفاده میشه. از اون طرف هم خطر جدی شده. ظاهرا آمریکا این بار برعکس تمام ادعاهای قبلیش جدا داره با نقشه های اسرائیل جلو میره. الان آمریکا بهترین انتخابی که داره نقشه‌های اسرائیل و اسرائیل لااقل روی ایران متمرکزه و متوجه چیکار داره میکنه. از همین الان اسرائیلی‌ها اومدن با جریان آینده ایران ارتباط ذهنی برقرار کردن و اون دعوت شاهزاده به اسرائیل بود که با چندین مقام اسرائیلی ریز و درش شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشت و اینقدر تاثیرگذار بود دیدارش در اسرائیل. چرا؟ به خاطر اینکه نمی‌دونن آینده ایران کیا خواهند بود، میدونن روی چه چیزی کار بکنن. آمریکایی‌ها به کلی پرتن از داستان. و یکی از دلایلش هم همونطور که میدونید همین پایان گلوبالیزمه و اینا کلا اهمیتی نداره براشون دیگه. بجز اینکه اصلا سیاست‌مدارای بدی هم هستن و حواسشون اصلا پرت کلا از همه چیز. حالا اما چرا رژیم الان در این شرایط این مدارک و اسناد رابرت ملی رو کرده؟ ببینید، رژیم دید که این مدارک رو داره و این صحبت‌ها رو داره که به درش خورده. اما الان با اومدن جنگنده‌های F-35 خطر جدیه. و احتمال حمله اسرائیل جدا وجود داره، به خصوص پس از پایان این مناقشه داخلی اسرائیل سر تغییر قوانین اسرائیل. وقتی این تمام بشه نتانیاهو آماده اولویت اولش میشه و اولویت اولش چیه؟ اینکه هر جوری که هست لااقل ظرفیت رژیم رو در غنی‌سازی اورانیوم کاهش بده. تنها راهش نابودی تاسیساته، همونطور که در سوریه و عراق جواب داده و الان بهترین موقعیته. چرا؟ ببینید، عرب‌ها با کمک چینی‌ها رژیم رو برای حمله به آرامکو خل سلاح کردن. این مهمترین سلاح رژیم اسلامی بود در برابر تمام دنیا. دارید میبینید حرکتی بعد از حرکت بعدی رژیم داره به مات نزدیکتر میشه. تا جایی که کشوری که بالاترین فرمانده‌های سپاه و ارتش رژیم رفتن تو سفارتش تعظیم کردن و ادای احترام کردن به روسیه، همین روسیه شما رو فروخت. الان اومده طرف عربا ایستاده برای اینکه مخازن نفت و گاز ایران رو بالا بکشن در خلیج فارس، برای اینکه جزایر ایرانو ملاخور بکنن، که هرگز هیچ کدوم از این اتفاقا نهایتا نخواهد افتاد و اگر هم بخوان کمترین دسترازی بکنن عواقب سنگین براشون خواهد داشت. کل دنیا رژیم رو در مخمصه و در تنگنا قرار داد. بنابراین در این شرایط بهترین موقعیت رو اسرائیل داره برای اقدام به حمله. به نظر من طی ماهای آینده پس از پایان این مناقشه داخلی اسرائیل باید منتظر اتفاقاتی باشیم. چرا؟ چون آمریکا واقعا آماده ضد حمله شده، آماده شده که نذاره موشکی از شمال خلیج فارس به جنوب خلیج فارس بره یا به سمت اسرائیل بره. اما رژیم به دنبال چیه با افشای این اطلاعات؟ رژیم به دنبال اینه که با همکاری قطر همچنان گربه برخصونه. رژیم داره این اطلاعات رو میکنه، داره میگه که ما میدونستیم قصد رابرت ملی چیه، بنابراین 3 سال مذاکره رابرت ملی و این معماری او الان دیگه به درد نمیخوره. اگر یک تفاهم نامه جدید میخواید حرفای جدیدی باید بزنیم. این پیام رژیم با آمریکا با افشای این فایل صوتی. و هدفش چیه؟ طبق معمول زمان بخره. تنها راه این که رژیم بتونه به یک توافق پایدار دست پیدا بکنه با غرب اینه که از سلاح هسته‌ایش رونمایی بکنه. اون وقت میشه کره شمالی که هر بلایی هم سر ملت خودش میاره نهایتا دنیا وای میسه نگاه میکنه و شاید هم زمزمه‌هایی در موردش بکنه، اما در عمل کاری انجام نمیده.
اما رژیم کور خونده ملت ایران بر پایه و بنیان تمدن ایران. گنده تر از رژیم اسلامیش هم اگر بود پای میکشیدن. الان تنها چیزی که ملت ایران نیاز دارن اینه که ما بپردازیم که حکومت بعدی چه خواهد بود و هدف چه هست. مطمئن باشید ملت و مردم به سمت اهداف ملی بر پایه تمدن ایران حرکت خواهند کرد. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا با خبر بعدی بدرود.